سلام، با تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. سرپرست وزارت خارجه کشور که در رأس یک هیئت عالی رتبه به قطر رفته، امروز با شمار از نمایندگان کشورهای حوزه خلیج دیدار و گفتگو کرده است. هرچند هنوز روشن نیست که در این دیدارها روی کدام مسائل بحث صورت گرفته، اما وزارت خارجه میگوید که در این نشست مسائل مهم مربوط به افغانستان بحث شده است. امیرخان متقی قرار است در این سفر با شمار از نمایندگان کشورهای اروپایی، مقامهای دولت قطر و نمایندگان کشورهایی که سفارتهایشان را از کابل به دوحه انتقال دادند دیدار و گفتگو کند. بازم خوش آمدید مهمانان من در این برنامه. هر یک آقای مقدم امین، استاد پوانتون اینجا در استیدو، آقای کریم پیکار پامیر آگاه روابط بین الملل از کانادا و همچنان آقای دکتر نور احمد خالدی آگاه مسائل سیاسی از استرالیا با ما وصل هستند. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدید میگم. آقای خالدی اجازه بدین که در رخص با شما آغاز بکنم. پهلوهای سفر وزیر خارجه افغانستان را به قطر چگونه بررسی میکنین؟ چه موضوعات به دیدگاه شما قرار است که بحث شود؟ سلام محترم داریوش، همچنان سلام به مهمان شما و به بیننده های تلویزیون آریانا. سفر آقای متقی جهات مختلف داره. به فکر ما طالبا در مقطعی قرار دارن که باید همه تلاش خود انجام بتن تا اول از طرف کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شود دولتشان، و دوم ای که مناسبات اقتصادی و تجارتی و سیاسی بتانن برقرار کنن، و سوم ای که بتانن کمک های اقتصادی به افغانستان جلب کنن، و مهمتر از همه ای که پول های منجمد شده افغانستان در بانک های خارجی به خصوص بانک های امریکایی آزاد کنن، و این هم اهمیت بیشتر برای پیدا میکنه که تا به تازگی امریکا در صدد حدیث که پولای دولت افغانستان، پولای مردم افغانستان، پولای دولتی گفته نمیتونیم، پولایی است که از کشور افغانستان است و در بانکای از ذخایر ارزی افغانستان بانک و دیگر بانکای افغانستان است که این در امریکا ذخیره شده بود، و این دولت امریکا با قرار سخنهای آقای بایدن قرار است 3 میلیارد دیر بیشتر به بازمانده های سپتامبر 11 به صورت غرامت داده شود، و بقیه از او هم به میل امریکا مصرف شود، به میل امریکا، به قسمی که امریکا میخواهد، به یک اداره تازه که و ایجاد میکنند که این اداره کند، اگر چه به نام کمک به افغانستان، اما بازم ای از گو و قدودش به افغانستان خواهد رسید، بقیه بله. میره به این موسات بنوری تقسیم خواهد شد. بله. و آیا فکر میکنین که عمده ترین دلیل سفر وزیر خارجه افغانستان به قطر همی باشه که در رابطه به تصمیم تازه رئیس جمهور آمریکا در مورد پولهای منجمد شده افغانستان بحث شود، و قرار است که بحث های مهمتر از در این دیدار رقم زده شود؟ چیزهای مهمتر طالبان بالاتر از این ندارن. یک موضوع شناسایی رسمی دولتشان است، و دیگه کمک های اقتصادی بخصوص پول های خود دولت افغانستان است. و فکر میکنم آقای متقی با دیدار با تمام نمایندگان کشورهای اروپایی و آسیایی و اسلامی در قطر کوشش میکنه توجه زیاد جلب کنه تا با بالا امریکا غیر مستقیم یا تاثیر بیارن که ای از امریکا از تصمیم خود برگرده. اگر ای تصمیم امریکایی عملی کنن، یک دزدی بزرگ در جهان ثبت خواهد شد. بله. فکر نمی کنم از بدنامی ازی آقای بایدن ایره تا گور خواهد برد. آقای خالدی، یک موضوع تازه که قرار شد دیدارهای صورت بگیره در این سفر وزیر خارجه افغانستان به قطر، بحث شراکت کشورهای خلیج و گفتگوی اونا با مقامات امارات اسلامی است. به نظر شما چه نقش را میخواین کشورهای خلیج در حکومت آینده افغانستان داشته باشن و چه اهداف را تعقیب میکنن؟ خب کشورهای خلیج در اولی که افغانستان در منطقه حضور دارد، در این منطقه جزء این منطقه است،
و دیگه یکی سیاست های افغانستان، سیاست های کشورهای مختلف بزرگ و نزدیک و منطقه در افغانستان بالای کشورهای منطقه تاثیر داره. نارامی در افغانستان اگر اضافه تر شود، اگر در افغانستان فقر به اندازه بالای مردم فشار بره که امنیت مردم، امنیت مالی و جانی و غذایی مردم در اینجا از بین بره، این مردم مجبور هستند که از افغانستان خارج شوند. ما انفلاسیون در افغانستان در ماه گذشته 42% بوده و این قابل چیز نیست، قابل تمدید نیست، قابل از این نیست که مردم میره بتونن تحمل کنن برای مدت طولانی. اگر این اوضاع به حالت خرابتر میشه که به حالت انفجاری، مردم مجبور است از اینجا خارج شدن. وقتی خارج شدن این به این تمامی کشورهای منطقه تاثیر میکنن، این مردم مجبور است یک جای برن دیگه، این کشور هاست به این میتونن هجوم بیارن برن. و از این خاطر می هم نظم برهم میزنه برای این کشورها. و همچنان تهدیدهایی که از افغانستان در توسط گروه های افرادگرایی متوجه منطقه است، این را نمیتونیم نادیده بگیریم. با قدرت این نیست که از دولت طالبان کسی میترسه در آینده، یا از تهدید از دولت طالبان نیست. دولت طالبان موجودیتش زمینه را بر پرورش گروه های مختلف افراطی که دوست طالبان بودند، در 20 سال همراه طالبان همکاری کردند، در جنگ یا اشتراک داشتند، یا عزیز گروه خراسان داعش است در اینجا، گروه های ضد چین است در اینجا، گروه های داعش و خطر است بر کل کشور عربی، همچنان گروه های ضد هند است در اینجا، طرفدار آیسای پاکستان که بر ضد کشمیر هند مبارزه میکنن، همچنان گروه ضد تاجیکستان است، ازبکستان است، گروه های افراطی اسلامی، که این روسیه و کشورهای آسیای میانه و چین در این قسمت خطر احساس میکنن. بنابراین تمامی کشورهای منطقه به نحوی از آنها منافعی در افغانستان، خود ایران خطر احساس میکنه از موضوع داعش در افغانستان، حال پاکستانی ها خطر احساس میکنن از جنبش بلوچای که در پاکستان جریان داره، و همچنان از جنبش تحریک طالبان پاکستان. اگرچه دو هدف جداگانه رو این دو جنبش تعقیب میکنه، یکی جنبش آزادی خواهی و خودمختاری خواهی است، یکی جنبش افرادگرایی اسلامی است و شریعت طلبی است در نظام دولتی، اما بالاخره برای دولت پاکستان خطر است. از این خاطر این منافع، این کشورها همه در اینجا منافع دارن که این باید از طریق با دولت طالبان این چیز کنن، در این قسمت به اصطلاح در منیجمنت در اداره این سهم داشته باشه. آقای خالدی، با در نظر داشت حساسیت هایی که در منطقه وجود داره، همسایه های افغانستان و کشورهایی که در حول افغانستان حضور دارند، چقدر به نظرتان منافع خود را در این میبینن که حکومت افغانستان یک حکومت مقتدر، یک حکومت که از لحاظ دیپلماتیک با دنیا رابطه گسترده داشته باشه باشه؟ بله آقای احمدی، قبل از اینکه من به سوال شما جوابتون، یک مطلب را میخوام اصلاح کنم که آقای امین فرمودن این دولت امریکا موضوع قضی پولای افغانستان به محکمه ارجاع نکرده. ای اشخاص انفرادی، گروه های انفرادی که وابسته به قربانی های سپتامبر 11/2001 هستند، این در 6 ماه میشه که بودن به محکمه و لیتیگیشن است، به اصطلاح دعوی حقوقی کردن، چون ما صدمه دیدیم از دولت طالبان همکاری کرده با القاعده و بنابراین پولا فکر میکنن که به نظر از پولای طالباست، بنابراین از این پولا رو باید برای این قربانی ها داده شود. این لیتیگیشن یا دعوای حقوقی را قربانی های گروه سازمان های مربوط به قربانی های حادثه 11 سپتامبر انجام دادن، نه دولت هم. آنچه فرمان اجرایی را که رئیس جمهور امریکا امضا کرده ایست که 3 چند میلیارد دلار از پولای افغانستان جدا میکنند، میمانند به ذخیره، که اگر در این محاکم این دعوای حقوقی گروه ها پذیرفته شود، این به او پرداخت شود. بقیهش
یا امی تمام مجموعی پول ایرا به اساس حکم رئیس جمهور انتقال میتن به بانک مرکزی امریکا که او را فدرال ریزرو بانک میگن در امریکا. از بانک های مختلف انتقال داده میشه به بانک مرکزی امریکا که در اونجا نگهداری شه و از اینجا منیجمنت شه. و خب این موضوع را من میخواستم کمی اصلاح شود. موضوع دوم که شما فرمودین که کشورهای منطقه چی از افغانستان مقتدر، بدون شک ما از زمان استعمار به این طرف افغانستان یک کشور چیز است، بفر زون است، در گذشتان بود، امروز هم است و در آینده هم خواهد بود. ما یک کشور حائل هستیم بین سه نوع به اصطلاح جهان بینی های مختلف در منطقه. ایران از یک طرف، کشور آسیا ایمانی از یک طرف، هندوستان و پاکستان از جانب دیگر و دیگر جهان اروپا و امریکا از جانب دیگر. بنابراین این افغانستان بسیار پاشان و ناتوان به درد هیچ کس نمیخوره، اما یک افغانستان حداقل یک افغانستان باثبات به نفع همه است. تنها کشوری که در بی‌ثباتی افغانستان در 70 سال گذشته کوشش میکرد پاکستان بود، اما برای پاکستان هم امروز یک کشور بی‌ثبات در افغانستان خطرناکتر است با توجه به گروه های تروریستی که افراطی که در پاکستان پرورش یافتن و حال در افغانستان جای پای دارند و چشم تمشان بالای سقوط دولت پاکستان و یا احیای قدرت گرفتن قدرت در پاکستان است. به این خاطر تمامی کشورها به نحوی از آنها به یک افغانستان باثبات نیاز دارند. روسیه نیاز داره، کشورهای آسیای میانه در ایران نیاز داره و غیره نیاز داره. به این خاطر اگر تعاملای میخواهد در با طالبان انجام میشه یا در حالت انجام است به هدفش همیست، اما متاسفانه طالبان در 6 ماه گذشته هیچ کمکی به خود نکرد، هیچ کمک به خود نکردن. یا با کسایی که امریکایی‌ها و اروپایی‌ها توافقنامه دوحه را امضا کرده بودند، اون مردم در قدرت نیستن در افغانستان. کسایی در قدرت هستند که نامایشان در لیستای تروریسم بنویسی ثبت است، به می خاطر امریکایی‌ها نمیتونه باید معامله کنن. و از جانب دیگه چون بالای او گروهی که مذاکره کرده بود با امریکایی‌ها و امریکایی‌های دولت افغانستان به یا تسلیم کردن، در حقیقت بالای او گروه پاکستان اعتماد نداره. ملا برادر 8 سال در زندان پاکستان بود، چطور میتونه بالای او اعتماد کنه؟ بله. همچنان مذاکرات مخفی که توافقنامه‌های مخفی که در دوحه امضا شده، این بسیاری از کشورها نمیفهمند چیست، اما این به خاطر حفظ منافع استخباراتی امریکا بسیار مهم است که طالبا باید به او پابند باشند در مقابل امریکا. بله. این نکته هم مهم است. به این خاطر این چند جهات مختلف داره قضیه افغانستان برای کشورهای منطقه و کشور امریکا و کشورهای اروپایی. آقای خالدی، حالا واقعا وقتی که منافع مشترک را نتونستیم تامین بکنیم بین همسایه افغانستان و خود افغانستان، چطور میتونیم بگوییم که همسایه های افغانستان و یا هم کشورهای منطقه مایل به ای هستند که ثبات در افغانستان وجود داشته باشد؟ در هیچ وقت در هیچ زمان در تاریخ نبوده که تمام کشورهای منطقه منافع مشترک داشته باشند در مقابل یک کشور دیگه. همه کشورها منافع مختلف دارند در مقطع‌های مختلف زمانی در برابر یک کشور دیگر. ما این توقع رو هم نمیتونیم داشته باشیم. کشورها هم منافع و یکسان منافع در قبال یک کشور دیگر داشته باشند. وقتی من میگم باثبات، منظورم نیست که یک افغانستان قوی و نیرومند. ما باید فرق کنیم بین یک افغانستان باثبات فرق داره با یک افغانستان قوی نیرومندی که در منطقه لازم نظامی وجود داشته باشه که دیگه از او حساب ببره. منظور ما اون نیست.
منظور ما است که کشورهای منطقه میخواهند در افغانستان ثبات سیاسی وجود داشته باشه، تداوم این ثبات موجود باشه تا و بتانند در مقابل منافع خود بتانند تشخیص کنند و او را به صورت نورمال دیپلماتیک در تعقیب کنند و یا از راه دیگه که خودشان دارند، از تجارتی، لحاظ فرهنگی و لحاظ ترانسپورتی، ترانزیتی، مسائل همه مورد چیز به صورت طبیعی در اینجا انکشاف کنند بین کشورهای منطقه و افغانستان. به این خاطر این کشورها دنبال این مسائل هستند، مسائل مشخص هستند. مثلا کشورهای آسیای میانه، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و روسیه و قزاقستان آرزوش است که از افغانستان این جنبش داعش و جنبش ازبکستان و جنبش تاجیکستان و جنبش ضد اسلامی ضد چین صادر نشه به این کشورها، این مردم در اینجا تربیه نشن نرن، و در مقابل و آرزو دارن که افغانستان خطوط ترانزیتیش باز باشه تا این کشورها به پاکستان و از طریق به هند وصل شوند، همچنان به ایران، همچنان پاکستان هم همینطور در آرزوی همه در شبه قاره هند و پاکستانی است که بتونه افغانستان یک منطقه ترانزیتی باشه که از او هم انرژی انتقال پیدا کنه از کشورهای آسیای میانه به شرق به نیم قاره هند، و هم از لحاظ ترانسپورت موتری و خط آهن یا امکانش فراهم شود، و هم منابع معدنی افغانستان بتانه طرف استفاده صنعتی و تجارتی قرار بگیره که به نفع همه است. در این قسمت ها همه منافع مشترک دارند. ما قبلا در مورد خطرات موضوع تروریسم صحبت کردیم برای پاکستان، برای کشور. البته پاکستان افغانستان هرگز آرزو نداشته که در افغانستان کشور بسیار قوی نظامی وجود داشته باشه. بله. اما یک دولتی را که در افغانستان وجود داشته باشه که او با ثبات باشه و او تابع منافع پاکستان باشه، البته این یکی از آرزوهای همیشگی پاکستان بوده در منطقه. همچنان در ایران، بر ایران هیچ فایده نیست در افغانستان یک هرج و مرج سیاسی وجود داشته باشه. طالبان ایرانیا به بسیار کمال میل لازیستن که با طالبان مناسبات خوب داشته باشن، در گذشته هم داشتن، به جز یک زمانی که یا در دوره اول که قنسلشان در مزار کشته شد، یا بعد از او مناسبات ایرانیا با طالبان خوب است، یا کمک میکردن با طالبا، حتی منصور رهبر قبلی طالبا معلوم شد که در وقت کشته شد چند روز پیش از ایران اومده. آقای خالدی، با دیدگاه شما در سفر که به دوحه صورت گرفته، چه دستاوردهای میتونه به دست بیاید که باید بیشتر روی از تلاش شود؟ بله، من قبلا عرض کردم که طالبا، من فکر می کنم بخصوص بعد از تصمیم دولت امریکا در مورد پولای منجمد شده افغانستان، آرزوی طالبا ای خواهد بود که این کشورها را تشویق کنند که از طریق خود بالا امریکا فشار بیارن که در قسمت از تصمیم خود بگذرن، و همچنان یک پیشنهاد جدید که صورت گرفته است توسط امریکا و عملا تایید که کمک های خود ملل متحد و کشورهای مختلفه که برای امداد رسانی در افغانستان میخوان انجام بدن، از طریق یک سیستم جدید تبادله پولی را میخوان در اینجا معرفی کنند که این با استفاده از تاجرای شخصی است در اروپا و امریکا و اینجا، تاجرای شخصی افغانستان و حساب‌های بانکی از یا و پولا رو میخواین برای دو انتقال بتن که باز اینجا افغانستان از این در افغانستان اسعار افغانی پول افغانی داده شود در بدل از دو. من فکر میکنم این تمام مسائلی است که طالبا بسیار از این حراس دارن، چون این بالاخره دولت از یارا در اینجا در داخل دولت افغانستان یک دولت دیگه ایجاد خواهد شد که این از سازمان های بین المللی اداره خواهد کرد، که این نه قدرتش طالبا داره که این باز منیجمنت کنه یا اداره کنه، و از موضوع از اختیارش میه.
خارج میشه. این معامله مانند عراق میشه زمانی که پول در مقابل نفت استفاده میکردند. به این خاطر این تشویش هاییست که دولت قطر طالبا داره و این مسئله میخواه با کشورهای که در قطر جمع سفیر دارن، نماینده دارن یا مطرح کنه، اروپا مطرح کنه و می نگرانی های خود را برای زیاد توضیح کنه. این به نظر من اگر این کشورها حسن نظر نشان بدن در مقابل نگرانی های دولت طالبا، این خودش یک موفقیت برای دولت طالبا خواهد. اما از جانب ای که به خاطر ای که طالبا به رسمیت شناخته شوند، تا زمانی که طالبا مشروعیت خود از مردم افغانستان کسب نکنند، هیچ کسی ها رو به رسمیت نمیشناسه. درست. تنها مشروعیت از طریق مردم افغانستان توسط یک لایحه جرگه میتونه امکان پذیر باشه. این جلسه حل و عقد یا خود عباس هم کلش ملا میباشه، او اقشار دیگه ملت افغانستان در او شریک نمیباشه. بنابراین هیچ کسی را نمیتونه قانع بکنه که او اقدام کافی است برای مشروعیت بخشید. تنها مشروعیت بخشی از طریق یک لایحه جرگه که در او تمام اصناف و اقشار ملت افغانستان شامل است، از تمام ولایات و اکناف افغانستان در او نماینده میره مید و یک عنانی بسیار قدیمی و شناخته شده در افغانستان است که کل دنیا او را به رسمیت میشناسه. تنها از این طریق طالبان میتونن مشروعیت خود از مردم کسب کنن. بله. تا دنیا او را به رسمیت بشناسه. آقای خالدی، نظر شما رو میخوایم داشته باشم. حالا به نحوه گفته شد که آمریکا میخواد یک نظام در اینجا شکل بگیره که به نحوه از نخبه های حکومت پیشین هم در او حضور داشته باشند، موردی که بارها امارت اسلامی را رد کرده، فکر نمی کنین که اگر گفتگوها این باشه عملا یک پارادوکس وجود داره؟ بله. خب آمریکا در تمام مذاکراتی که در بین الافغانی در قطر تنظیم کردن و حیاتای طالبا و اونجا حیاتای دولت سابقه رفتن، امی بود که آرزوی امریکا و خلیلزادی بود که یک دولت مشارکتی بین طالبا و دولت سابقه و گروه های مختلفی که در دولت جمهوری اسلامی دخیل بودن ایجاد شود. ولی این طالبا رد کردن، از روز اول رد کردن تا به روز آخر، حتی در 20 سال گذشته رد کردن، حتی کنفرانس استانبول اشتراک نکردن. به این خاطر این به نظر من این به این صورت عملی نیست، چون طالبا نمیتونن که این توجیه کنن به خودشان و به مردمشان، به طرفدارای خود و حامیای خود این توجیه کنن. و این سیاست بسیار مستحکمیشان می بوده که ما اشتراک نمی کنیم، دولت مشارکتی نمی سازیم. ما دولت خواهیم می سازیم، هر کس دیگه که ما دعوت کردیم می آین یا خواستیم به دولت خود شامل می کنیم. فقط امی نظرشان است. از این خاطر ما فکر می کنم که یا مگر اینکه چند تا چهره بیاید در افغانستان و یا وارد داخل کنند، در دولت خود او اهمیتی هم نداشته باشه، تأثیری هم در سیاست های زیاد نداشته باشه، مسیر سیاست های زیاد نمیتونه او تغییر بدن. تشکر. او از طرف مردم افغانستان قابل قبول نیست، او مشروعیت نمیبخشه.